فرید هوتکس خنگوی کرکت افغانستان با ما هست سلام وقت بخیر خوش آمدین سلام محمدی سه بر شما و بر تمام بین حسن های خود تقدیم سلامت باشین میخوایم در رابطه به اردوگاه تمرینی برای تیم ملی کرکت افغانستان بگیم چی اهمیت داشت و این هدف از اردوگاه چی بود بسم الله الرحمن الرحیم تا ورکه شما یاد واشه دین از طرف کرکٹ بورډ د وونستان برای بازیکنان ټیم ملی کرکٹ د وونستان در کابل کمپېټېموڼاتي را هندز شته بود کې کمپېټېموڼاتي در 80 مختلف بود نو قسمه کې شما جزئیات بیشتر دادین درې در موارد هدف کمپېټېموڼاتي او مودایګی به مسابقات بیرونی است ما در اندی نزدیک با پاکستان و کشورهای دیگه جهان مسابقات داریم که در فرمت‌های مختلف است و باید اس کید ورشوم مسابقات که با پاکستان داریم مسابقات اوریا سپر لیگ است یعنی از این مسابقات تیم ها میتونن که مستقیم با مسابقات جام جهانی را پیدا کنند و همین قسم مرتبه یادآور شده میتونیم که ما در جیجان سال 2021 با تیم استرالیا، زیمبابوه و وست نیز مسابقات داریم مهم. و قابل گفت یادآوری است که این کمپی جیجان خواهد داشت راوند دوم این کمپی تمریناتی نیز انقریب از طرف کرکت بورد افغانستان برای بازیکنان تیم ملی آغاز خواهد شد خوب مسابقه که با پاکستان داریم میخوایم در رابطه هم بیشتر جزئیات بدین که مسابقه برگزار میشه یا خیر بله ان تیم ملی کرکت افغانستان با این مسابقات آمادگی کامل خواهد داشت و یادآور میشم که این مسابقات در ماه سپتامبر در امارات متحده عربی انجام خواهد شد <applause> چی فکر میکنین تیم ما را چگون ارزیابی کردین با وجود قرنطینه مشکلات های ناامنی در افغانستان و اما روحی تیم ملی ما مثل گذشته ها هست میتونه این بار باز هم مبارزه خوب بکنه بله تیم ما آمادگی کامل داره با روحی بسیار خوب و با آمادگی کامل در برابر تیم ملی پاکستان با میدان داخل خواهد بسیار خوب شد. از لیگ اشپکیز هم میشه یاد بکنین که این لیگ چگونه است بله طور که شما معلوم است لیگ اشپکیز یکی از لیگ های مهم افغانستان است که همه از طرف کرکت بورد افغانستان راه اندازی می شود و چندین بار شما دیدین که باري لیک ما بیر از بیرون کشوروم بازیکنان بازیکنان را داشتیم و دعوت کردیم بازیکنان بیرونی را و همین قسمتانم گفته میتونم که ما این بار باز هم جهت انجام دادن لیگ شپگیزه برنامه های خود را داشتیم و پلان کامل لیگ شپگیزه آماده شده بود اما به جهت ویروس کرونا ما لیگ را به تعویق انداختیم وضعیت که نورمال شد ان شاء الله با با وزارت صحت آمه و WHO و شورای بینالمللی کرکت مالی را انجام خواهد بسیار خوب از برنامه خوبه یا از مسابقات داخلی هم میشه اشاره بکنید که چی برنامه هست و چی مسابقات داخلی در افغانستان برگزار میکنید تا که سطح تیم ملی و یا سطح بروزکنهای کرکت افزایش پیدا بکنه بالا ابیشور خوب ما بر سال 2021 کې فعلاً جریان درامه برنامې خېل خوب دریم چې از لحاظ بودیجه نیز ما امالګي کامله خود را دریم با تمام مسابقات خارجی داخلي و برنامې دیګي خود ان شاء الله به هیڅ نو مشکل بودیجوي روبرو نشتیم باید شکه د وښه ما در جریان سال مسابقات داخلي کرکټ را نیز پلان کردیم چې په سطح مسابقات ولایتي خوشبختانه ما مسابقات گریډ 1 گریډ 2 گریډ 3 رو انجام دادیم در ولایتҳои مختلفه افغانستان در میان ولایت‌های مختلف افغانستان و په تاس کې دا ورشم در جریان سال ما ان شاء الله مسابقات دیگر هم پیشرو داریم چې مسابقات اکیډميز چانو سپیش در کابل انجام شو او همین قسم مرتن غوښته میتونم چې مسابقات کلبҳо پلان شو دا مسابقات معلولین پلان شو دا مسابقات زونҳо پلان شو دا مسابقات گریډ 1 برشمو دا ورشم چې انجام شو او همین قسم فرست کلاس انجام خواه شو دا په یوازې مسابقات لیست ا پلان شو دا کېد جریان سال انجام خواه شو او بازم یادوار میشم چې ویروس کرونا بدبختانه فعلا در افغانستان در اوج است ما ارزو داریم که دعا میکنیم که ویروس کرونا از بین بره و ما برنامه خود را به شکلی نرمال به پیش ببریم نام خدا تکسب خیلی کرکت برد افغانستان با برنامه های خیلی قوی و بسیار برنامه های خوب دارین ما اصلا کمی تون خبر داشتیم امیدوار هستم برنامه های خوبتون همیشه بله برنامه داریم باعث پیشرفت ها باشه بیاین در در رابطه با ورکشاپ آگاهی دهی در خاطر ژنوسا هم بگین که این چگونه یک ورکشاپ است و چقدر میتونه مؤثر باشه بله تا که با شما معلوم است کرکت در افغانستان تړخېب شتار نار نسبته به ورشای ديګه اما خوشبختانه چې سورده زیات ده به موږ خاطر مو سایه تلوش کولایم چې در ولایتҳои مختلفي افغانستان به ژورنالیستای رسونای مختلف ورکشاپҳо را داير کړم چې ورکشاپ‌ها خېل موفید تموم شو تا حال و و او دا ژورنالیستای چې در عرصې کې ډېر بلدیت نه واشتن و یا معلومات کافی نه واشتن و یا دلچسپي نه واشتن با انجام دادن ان نو ورکشاپ‌ها کې موږ در ولایتҳои مختلف افغانستان ته له انجام درلېم ا هغه کمندۍ زنه بشتر شو ده در یوه اخر کرکت برد افغانستان در ولایت پروان به ژورنالیستای ولایتي کاپیسا پنشیر و امه. پروان برنامه آگاهی دی ورکشاپ را انجام داد که خوشبختانه در این برنامه ده ها ژورنالیست از ولایت از ولایت اشتراک کرده بود و همشان با باعث خرسندی این با ورکشاپ ما باعث خرسندی از شد و معلوماتشان بیشتر شد و فعلا امرا ما همشان بسیار ارتباطات خوب دارد و همین قسم برتون یادآور شده میتونم که بعد ما رفتیم به پنشیر در ولایت پنشیر ما نیز یک برنامه اورننس را انجام دادیم که در این برنامه نوجوانان بود و ما برای نوجوانان برنامه خیلی خوب داشتیم که برایشان از لحاظ تکنیکی معلومات دادیم تاریخ کرکت افغانستان برش تشریح کردیم تاریخ کرکت جهان برش تشریح کردیم و چیزی که باعث علاقه از اونها میشدن ما برایشان معلومات دادیم ما برایشان راهنمایی کردیم که باعث خرسندی و اطفال هم شدن و با. بسیار خوش شدن ما به همین قسم می که کرکت افغانستان را دیگه هم کنیم فلن در 34 ولایت افغانستان کرکیټ در حال رښتس او کرکیټ بور افغانستان بر تمام ولایتای افغانستان نظر به کرکیټ شون برنامه بسیار خوب داره او ان شاء الله کی در عرصې اکادمیو ساخت ميدان ها نیز برنامه ما جریان داره فل نش مو میبینین کی در ولایت کابل به یک میدان بین ملي کار آغاض شوه او با ساخت دې میدان ان شاء الله ما میتونیم کی در آینده تیم های بیرونی را نیز دعوت کوین بسیار خوب از ورکشاپی که ولایتی گفتین کابل هم از کدام بله ما زودترین فرصت برگزار شده؟ بله انشالله ما در پلان داریم که در کابل و ولایت دیگه افغانستان نیز این ورکشاپ را انجام کنیم نظر به وضعیت ان برنامه را به پیش میبریم سپاسگزار هستم از حضورتون در برنامه ورزشی که نکات خوب را اشاره کردین و معلومات خوب و برنامه های خیلی خوب از کرکت افغانستان ا شومه من تشکر و در اخر یک نقطه دغه یاد ور میشم احمدی صاحب که ما فلن دو دپارتمینټ درم که در بشکار میکنن یکی مثلا هر متن ما مو که در هر عرصې کې شکایت داشته باشه ميدان کې بو دپارتمینټ شکایت ما در تماس باشه و تماشاون ميدان کې بیان ازازي مشکل خو با مشارکونه و همچنان ما دپارتمینټ دیګر را جوړ کړم په نوم پبلک ریلیشن شپ د دپارتمینټ اومنيز بو ها همکاری بیشتر خود داشت و همچنان با هموطنان عزیز ما و ادارات دیگه افغانستان هم هموطنان ما میتونه که از طریق دو دپارتمنت بعد ازی با ما همکار باشه عالی سپاسگزار از آقای فرید اوتک سخنگوی کرکت برد افغانستان موفق مایر باشید سپاس شما ایزایی که بینده برنامه ورزش بودین وقفه دوباره برمیگردیم باز هم همراه هم باشید